ضمن سلام، من محمد رحیمیان هستم. امیدوارم که سال جدید رو به خوبی تا اینجا شروع کرده باشید. این میخوایم در ارتباط با موضوع برنامه ریزی با هم صحبت داشته باشیم. اما برنامه ریزی برای چه؟ مسلماً هر کسی بر اساس وضعیتش میبایست همین اول سالی به فکر برنامه ریزی باشه. درسته؟ موافقیم؟ مسلماً شما از خودتون میپرسید که من بیزینسی ندارم. اتفاقا بد نیست بدونید شما هم که بیزینس ندارید بهتره که این برنامه‌ریزی رو در نظر داشته باشید. پس اگر شما بیزینس ندارید، علارغم اینکه سینگل هستید، علارغم اینکه سینگل پرنس هستید، علارغم اینکه کاپل هستید و یا حتی دارای بچه هستید، فامیلی هستید، بهتره که به این موضوع توجه کنیم که چی بشه. حالا چرا برنامه‌ریزی کنیم؟ برنامه‌ریزی کنیم، رو کاغذ بیاریم، ببینیم که چه ریسک و خطرهایی رو میتونیم داشته باشیم، چه نیازهایی رو داریم که چی بشه. بازم مسلما ما یه توان مالی داریم که قراره بر اساس اونها ببینیم که چه کارهایی رو بایستی همین اول سالی به فکرش باشیم که انجام بدیم. موضوع بحث من چرا؟ راجب بیمه است قطعا، ما و راجب سرمایه گذاری ما چه کار کنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم. قطعا این روزها باید کم کم حاضر باشیم برای اینکه مالیاتمون رو در نظر بگیریم. یعنی چی؟ مثلا اگر قراره رهبری، برای چی؟ برای دوران بازنشستگیمون. قطعا مستحضر هستید ما نسبت به یه ریسک و خطرهایی، قطعا همه ماها میتونه شامل ماها باشه. چقدر خوبه که با باجتی که داریم توجه کنیم، در کنار همون اینوستمنتی که عرض کردم، در کنار همون سرمایه گذاری که عرض کردم. خیلی وقتا افراد سعی دارن در قالب سلف امپلوید چیزهایی رو در واقع رو نکنن به خاطر اینکه مالیات ندن. آیا راهکاری وجود داره؟ مسلما بله وجود داره. اون چیه؟ همون RRSP. میدونید که امسال این رقم افزایش پیدا کرده، یعنی افراد میتونن از این امکان استفاده کنن. از اونور قضیه، افرادی که نمیخوان در واقع مالیاتی بدن، سرمایه گذاری داشته باشن، تو حسابی بذارن، از اونور میدونن اگه پولشون تو بانک بذارن مشمول مالیات میشه، ولی میدونن که اگر مشمول TFSA قرار بگیرن و کوالیفای باشن، همون حساب تکس فری سیوینگ اکانتی که هممون میشناسیم، از 2009 مبلغ قابل توجهی رو بالای 80,000 دلار ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم که حتی اگر سودی روش میاد مالیات ندیم. پس چقدر خوبه که به این چیزا توجه کنیم. موضوع برنامه‌مون راجع به این بود که برنامه ریزی کنیم از همین اول سالی. پس میتونید با ما تماس بگیرید، کمکتون کنیم که چگونه برنامه ریزی رو بهتر انجام بدید که هم در بخش اینوستمنت و هم در بخش بیمه بهترین نتیجه رو داشته باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.